اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کل نفس دائقة الموت و انما توفون اجورکم یوم القیامه و من زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز و ما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. این کلمه که مشتمل بر چهار قسمت بود، بخش اعظم بحث هایی که مربوط به سه بخش قبلی تمام شد. منتها گاهی این سوال مطرح است که کل نفس ذائقة الموت، موت یا امر وجودی است یا عدمی؟ موت از اون جهت که انتقال از نشأه به نشأه دیگر است، در حقیقت هجرت است یا امر وجودی است، لذا قابل ذوق هم هست، یعنی قابل چشیدن هم هست، قابل ادراک است. ما از اون جهت که کسی از حضور ما رخت بر می‌بندد خیال میکنیم مرگ امر عدمی است، ولی برزخیان که میبینن کسی بر جمع اینها افزوده شد و به دیار اینها رفت، مرگ را یک میلاد میدانن. در حقیقت چون مرگ هجرت است و انتقال از عالمی به عالم دیگر است، وقتی منقول عنه را انسان میبیند، میبیند در فضای منقول عنه یه امر عدمی تلقی میشود. وقتی منقول الیه را میبیند، میبیند در محور منقول الیه یه امر وجودی حاصل شده است. ولی روح موت همون هجرت است و انتقال است و امر وجودی است، لذا قابل ذوق هم هست، کل نفس ذائقة الموت. و این هم که فرمود به این که اینما تکانو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، این هم نشانه امر وجودی است. خلق الموت و الحیات نشانه امر وجودی است به ماننده. و اما در قسمت دوم که فرمود انما توفون اجورکم، اینم در تشریح بخش دوم بحث روشن شد به این که گرچه در دنیا گوشه از اجر داده می شود، ولی توفیه اجر و وفای اجر و مرحله کمال اجر در آخرت است که فرمود ثم یجزاه الجزاء الاوفا. اما قسمت چهارم بحث این بود که و مل حیات دنیا لا متاع الغرور. این تعبیر در آیات قبل هم، چه در سوره مبارکه آل عمران چه در سوره مبارکه بقره، تا حدودی گذشت. منتها بار موعظتی که این جمله دارد تکرارش و المسک است، ما کررت او یتزوعو، چون هر مشکلی که هست در اثر به دام دنیا افتادن هست و هر نجاتی که هست در اثر رهایی از دنیاست. اگر کسی واقعا نفس را بشناسد، دنیا را بشناسد، شیطان را بشناسد و همه اینها را در برکت ذات اقدس اله بشناسد، این فوز عظیمی برده است. قسمت مهم مشکلات ما اینه که ما این دنیا را نمیشناسیم. حالا درباره دنیا امام رازی در تفسیر کبیرش ذیل همین جمله، بعد از اینکه زشتی های دنیا را ذکر کرد، چند وجه از زشتی های دنیا را ذکر کرد، گفت به اینکه نعم ما قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، دنیا توریست که لین مسوها قاتل سموها، این مثل یک حیه است، مثل ماریست که پشت نرمی دارد و همین نرم و نعومت کشنده است. یعنی بدن سمی مار نرم است، همین نرمی قاتل است. لین مسوها قاتل سموها. در نهج البلاغه بود مسئله دنیا مثل حیه است که لین مسوها و سم ناقعوهی جوفه ها، یعنی بیرونش نرم است، درونش سم است که با حفت نار و به شهوات هماهنگ می شود. خب این که فرمود دنیا غرور است، در آیات دیگر حصر شده است نظیر این آیه، در بخش از آیات هم به عنوان یک وصف ثبوتی برای دنیا ذکر شد که دنیا داره غرور است. اما در اینجا فرمود دنیا جز فریب چیز دیگر نیست. خب اولا این دنیا که فریب است منظور چیست و فریب بودن او چیست؟ در قرآن کریم نوعاً دنیا به عنوان متاع غرور مشخص شد، حالا یا با حصر یا بدون حصر، یا اینکه لا تغرنکم الحیات الدنیا یا همچه تعبیری آمده، یا اینکه نم و مل حیات دنیا الا متاع الغرور که حصر است. در بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه که تقریبا شرح این آیات است،
احادیثی که از اون حضرت رسیده چند قسمت است. یک قسمت در مذمت دنیاست که این بخش عظیم از فرمایشات حضرت رو به عهده دارد. در نوبت‌های قبل هم بخش‌های قابل توجه از فرمایشات حضرت خونده شد و بیان شد به اینکه هیچ کسی مثل خود است امیر سلام الله علیه آبروی دنیا را نبرد، یعنی هیچ کسی دنیا را اینجور مفتزه نکرد، پرده برداری نکرد. دنیا را حضرت به عنوان غرارتون زرارتون امثال ذلک معرفی کرد، تغر و تزر و تمر با این عبارتهای فصیح و بلیغش بحث شد که او اهل خود است، اهل ضرر است، اهل فریب است، زود گذر است، نیش میزند و زود میگذرد، تغر و تزر و تمر و غرارتون زرارتون، نه تنها زار است بلکه زرار است، نه تنها غرور است بلکه غرار است و مانند این را مشخص فرمود. بعد هم فرمود پرهیز دنیا مهر بهشت است، طلاق دنیا مهر الجنه، هیچ کسی به بهشت نمی رود مگر اینکه دنیا را طلاق بده، که طلاق دنیا مهر الجنه. و گاهی هم در وصف دنیا می‌فرماید که به عنوان تحقیر و سرزنش که تو مطلقه بزرگانی، اونها که اهل معرفتن تو را طلاق داده. در کتاب شریف قرر و درر حضرت با بیانات گوناگون مسئله دنیا را تحقیر کرد. در نهج البلاغه هم عبارت‌های فراوانی است که در مذمت دنیاست، خواه در نامه ها، خواه در خطبه ها، خواه در کلمات قصار. اما عمده آن است که دنیا چیست که بده. به واقع آدم تا دنیا را نشناسد این همه مذمت هایی که در باره این دنیا شده است مسون نمی ماند. دنیا یعنی زمین، دنیا یعنی آسمان، دنیا یعنی دریا و صحرا، دنیا یعنی درخت ها و ستاره ها، اینها دنیاست. اینا که همه آیات الهیست، مخلوقات حقا، مسبح حقا، اینا کاری بدی نکردن، ذات اقدس اله اینا را آفرید. اینا آیات الهی هستند، در نشون دادن قدرت حق کوتاهی نکردن، در تسبیح حق کوتاهی نکردن. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض من شاء الله یسبح بحمده، کجای اینها نقص دارد؟ پس دنیا که آیات الهیست، مخلوق الهیست، مسبحات حقن، عهد رکوع و سجودن و تمام موجودات دنیا هر کدامشون هر خدمتی که از اونها برآمد خالصا انجام دادن و طبقه اخلاص گذاشتن به دیگران دادن. این تنها درختی است که وقتی میوه میدهد میوه شد و دستی در شاخه به باغبان و رهگذر نشون میدهد، اینطور نیست که فقط درخت باشد که میوهش را بیرون آورده، نه درون. همه موجودات میوهاشون رو نشون میدن، منتها بعضی از میوه ها جاشون مشخص است، مثل معادن که باید در دل کوه باشد، وگرنه هر موجودی هر ثمری که دارد مثل درخت میوهش رو در طبقه اخلاص گذاشته، نزدیکترین جا برای به رهگذر و عابر همه اون لبه این شاخ است، این میوه ها رو اونجا گذاشته و در اختیار هم میشه. روی این میوه هم به باغبان است و به عابر. اون سر میوه که شیرین تر از اون دومش است به طرف عابر است. همه موجودات این کارو میکنن، نه تنها درخت. خب پس اینا از این جهت که مخلوق الهی هن، آیات الهی هن و ذات اقدس اله در وصف اینا هم آیات فراوان نازل کرده که اینا مسبحات حق هن. اینها که نمیتوانند دنیا باشند، اینها که بد نیست. میموند اون عناوین اعتباری که افراد اون عناوین اعتباری را حیازت میکنند، اونجا که سخن از من و ما در بیاد کم کم زمینه دنیاست که این مال من است، من بیشتر دارم، انا اکثر من که مالن و از اون نفرا، هر کسی در حیطه کارش هرچه هست. اگر کاسب بازار است که میگوید انا اکثر من که مالن و از اون نفر، اگر روحانی حوزه است که میگوید من کتابام بیشتر است، شاگردانم بیشترن، آثار علمی ام بیشتر است، یا اگر مرجع تقلید است من رساله‌ام بیشتر چاپ شده، مقلدینم بیشترن، وجوه به من بیشتر میرسد، من شهریه بیشتری میدهم، ایناست.
خب این منوما که به تکاثر برمیگرده این میشه دنیا و این جز غرور و نیرنگ چیز دیگر نیست و این جز حیتون که بین مسها و قاتلون سمها چیز دیگر نیست. شاهد به این جنبندی که منظور از دنیا آسمان زمین این موجودات طبیعی نیستن این است که ذات اقدس اله دنیا را معرفی میکند، به دنیا مثل ذکر میکند. تعریف گاهی به حد تام و سناقص، گاهی هم به رسم تام و سناقص. این اقسام چهارگانه حدین و رسمین معروف است. گاهی هم تعریف بالمثل است. تعریف بالمثل تو منطق جای روشنی ندارد. تعریف همون حد تام و ناقص، رسم تام و ناقص که بالاخره یک راه وجودی را طی میکند یا به ذات ماهیت میرسد. اما تعریف بالمثل که پنجمین قسم است، این در بخشای خطابی و غیر خطابی کمک میکند. مثلا میگوین روح رو اگر خواستید بشناسید، روح در بدن مثل صاحب کشتی نسبت به کشتی است، ربان است نسبت به سفینه، سلطان است نسبت به مدینه. این معرفی بالمثل است، نه معرفی بالحدین یا بالرسمین. ولی در شناخت خطابی خیلی نقش داره. ذات اقدس اله دنیا رو معرفی میکند که دنیا چیه. این که فرمود دنیا متاع غرور است یا جز فریب و نیرنگ چیز دیگر نیست، دنیا را معرفی میکند. ما بیدیم این معرفی دنیا ما را به کجا برسوند. یکی در سوره مبارکه یونس هست که وضع دنیا را تشریح میکند. آیه 24 سوره یونس است. میفرماید انما مثل الحیات دنیا، جریان دنیا و زرق و برق دنیا که پایانش یه خزانی دارد این است که ما این انزلناه من السما، مثل این که بارانی اول ببارد، فختلط بهی نبات الارض، گیاهان زمین اون بذرها و زمینهای آماده برای گیاه شدن با این باران آسمانی مخلوط بشود، اون نبات و رویدری ها حالا ممایه کرون ناسو و الانعام، خواه سبزی ها و رویدنی های باشد که خوراک انسان است یا خوراک امن از انسان حیوان. حتی اذا اخذت الارض زخرفها و زینت و ظن اهلها انهم قادرون علیها اتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حصیدا کان لم تغر بالامس کذلک نفسر الآیات لقوم یتفکرون. اول باران آمد، زمین را آماده کرد، زمین را آماده کرد، این زمین سرسبز شد، خرم شد، باربر شد، به ثمر رسید و عده خیال کردند که از این سرزمین سرسبز بهره میبرند. دفعتا دستور الهی میرسد، اینا پژمرده میشوند، درو میشوند، به صورت کاه در میاد امثال زر. این اول سرسبز است و خرم، بعدم پژمرده. دنیا اینه. خب مشابه این تفسیر و تعریف که در سوره یونس بود، در سوره مبارکه کهف هم هست. آیه 45 سوره کهف این است: وزر ابلهام مثل الحیات دنیا که ما این انزلناه من از سما فختلط به نبات الارض، وقتی که گیاهان زمین با این باران مخلوط شدند و سرسبز و خرم شدند، فاصبح حشیما، حشیم شدن. حشیم فعیل ولی مفعول است، یعنی محشوم. محشوم یعنی مقطوع. هاشم که از اجداد رسول خدا صلی الله علیه و سلم است، هاشم گفتن برای اینکه این گوشتار قطعه قطعه بیکرد و برش میکرد و میبرید مثلا برای طیور میگذاشت. هاشم یعنی قاطع، حشیم به معنی محشوم یعنی مقطوع. فاصبح حشیما، این گیاهان سرسبز و خرم و ساقه های خوب حالا به صورت کاه شکسته در آمده، محشوم شده که حشیم المحتضر. فاصبح حشیما که تزروح الرياح، بادها این وقت کاه خوش شد و شکست، او رو به هر طرف که بخواهند میبرن. و کان الله علی کل شیء مقتدر. خب این دو تعریفی که ذات اقدس اله از دنیا کرده است، آیا دنیا را به خود دنیا معرفی کرد؟ اینا که خودشون دنیا هستن که فرمود دنیا مثل آن است که باران بیاید جای را سرسبز و خرم و با تراوت بکند، بعد به صورت کاه پژمرده در بیاد. خب اینا که خودش دنیاست. باران که میاد جز دنیاست، باغ که سبز میشه دنیاست، بعدم که پاییز میشه و کاه میشه دنیاست. شما دنیا را دارید به دنیا معرفی میکنید. پس دنیا چی شد؟ اینکه فرمودی دنیا مثل این است، خب دنیا همینه دیگه.
بهار باران میاد، بعد پاییز هم خزان هست و کاه خشکیده است و تزروع اوریا. این تمثیل شی به نفس شد که این چیه جریان؟ معلوم شد دنیا این نیست. دنیا باران نیست، دنیا آب نیست، دنیا باغ نیست، دنیا سرسبز شدن نیست، اینا دنیا نیست. دنیا یه چیز دیگری است که اگر کسی خواست دنیا را با مثل و تشبیه شبیه معرفی کند، میگه دنیا مثل این است که اول یه سرسبزی داره، بعد هم به صورت کاه خشک در میاد. پس اون میشه دنیا چیز دیگه است. ظاهراً روی این بیان دنیا میشه همون زرق و برق. یعنی یه عده که فریب دنیا میخورن، اوائل یه زرق و برقی داره، بعد هم دوران فرتوتی و کاه شدن داره. همه زرق و برق ها اینطوره، همه پست و مقام ها اینطوره، همه تکاثر ها اینطوره، همه منومه ها اینطوره. شما اون بزرگترین شخصیت های علمی که حالا محل ابتلای ما هاست در حوزه ها اینه، وقتی آخرای عمرشون میبینید، میبینید نگرانه، خائفه که این کارایی که ما کردیم آیا مرضی حق بود یا نبود، خود را میخواستیم یا دین را میخواستیم. بالاخره نگرانم. در عین حال که این کارها باید بشه، اما این من و ما میشه دنیا. این مال من است، من باید این کار را بکنم نه او. اون میگه من باید این کار را بکنم نه او و امثال ذلک. این تعلقات میشه دنیا. این تعلقها را اگر کسی بخواهد معرفی کند، میفهمد اول یه دوران سرسبزی و خرمی داره، بعدم میشه حشیم. پس دنیا هیچ کدام از اینها نیست به چند دلیل. یکی اینکه ذات اقدس اله دنیا را خیلی مذمت و زشتی یاد کرده، چه اینکه ولی الله هم این کار کرده و آسمان و زمین اینا آیات الهیان مسبحن، در کارشون هیچ نقصی ندارن. پس اینا نیست. دوم اینکه وقتی خداوند دنیا رو معرفی میکند، میفرماید دنیا مثل اینه که باران بیاد و یه جا سرسبز و خرم و با تراوت بشه و بعد به صورت کاه پژمرده در بیاد. خب این که خود جزء دنیا به حساب میاد چه؟ منوش دنیا آب و خاک و زمین و اینا نیست. چطور زمین اگه به دست مظلوم باشه بد نیست و به دست ظالم باشه بده؟ این منوش به دست این و اون باشه میشه دنیا. شاهد سوم و دلیل سوم برای اینکه منظور از دنیا این نظام طبیعت نیست، گرچه این حیات دنیاست در مقابل حیات آخرت. حضرت فرمود تو نسبت به دنیا بد کردی، او که نسبت به تو بد نکرد. تو مجرمی نه او. هیل متجرمت و علیک هم انتل متجرم و علیها. تو مجرمی نسبت به دنیا که بد گفتی یا او مجرم بود. او اصلا دروغ نمیگه، او اصلا خیانت نمیکنه، او اصلا فریب نمیده، او اصلا خدعه نداره، او اصلا ضرر نداره، او هرچه هست به شما گزارش میده. او کجا خلاف گفته؟ او اگر به شما دوران سرسبزی رو نشون داد، بیمارستان و گورستان رو نشون داد، اگر جوانی رو نشون داد، دوران فرتوتی و پیری عده هم به شما نشون داد، وقتی که از محل کار به محل زندگی رفت آمد میکنید، هرچه از چشمتون میگذرد همه درسای دنیاست دیگر. او چیزی رو پنهان نکرده که. مرده رو بردن دفن کردن، ولی قبرستان رو که دفن نکردن که. این قبرستان تو دست دنیاست. بیمار رو بردن تو بیمارستان بستری کردن، ولی بیمارستان رو که دیگه بستری نکردن که. این بیمارستان تو دست دنیاست. بیمارستان رو رو دست گرفته، گورستان رو رو دست گرفته، مشکلات رو رو دست گرفته، هم تو داره نشون میده. پس او چیزی رو پنهان نکرده. وقتی چیزی رو پنهان نکرده، هیچی دروغ نگفته. لذا حضرت به کسی که در حضور او به دنیا بد گفت، فرمود ایها الظام دنیا المغرور بها. ای کسی که دنیا رو داره بد میگی، تو فریب خوردی، او تو رو فریب نداد. و اگر یک محکمی بشه، او میتواند ادعای شرف بکنه. تو مجرمی، نه این که او. حالا این شواهد رو از نهج البلاغه بخونیم تا اگر فرصت شد از اون قرار دارم یه مقدار از کلمات نورانی از ازش خونده بشه. بسیار خوب. دنیا را خداوند در سوره یورس و کهف معرفی کرد. دنیا را به چی معرفی کرد؟ دنیا را به خود دنیا معرفی کرد. حیات دنیا را به حیات دنیا معرفی کرد.
اینکه بشه اتحاد بسال و ممثل که اتحاد معرف و معرف شه. شما بگید مسئله دنیا مثل این است که یک آسمان باشه، یک زمین باشه، یک شبی باشه، یک روز باشه. خب دنیا همینه دیگه، دیگه مسئله دنیا نیست که. مسئله دنیا که این نیست، این خود دنیا شد. وضرب لهم مثل الحیات دنیا، یه وقت انسان میگه مثل به معنی وصف است، یه وقت نه به معنی تعریف است. وضرب لهم مثل الحیات دنیا، به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به اینکه مثل دنیا رو برای اونا بازگو کن، مثل دنیا رو برای اونا تشریح کن. مثل دنیا مثل اینه که یک بارانی بیاد یه جایی سرسبز بکنه، بعدم بشه پاییز و خزان و کاه قطع شده. خب این که خود دنیاست، فرمشه دنیا چیزی دیگری است که مذمت شده. همین حیات دنیاست، حیات دنیا بد نیست. لذا فبود مسجر اولیای الهی است. پس شما به این عالم بد نگید، این عالم سراسر حق است، آیات الهی است، مسبح حق است. هر کس به هر جا رسید به وسیله تلاش و کوشش در این دنیا رسید. اگر این دنیا نبود و جهاد اصغر و اکبر نبود، اولیای الهی تجارت نمی کردن. مسجر اولیای الهی است. پس این محدوده، این فضایی که انسان داره در او زندگی میکند، این آسمان و زمین، این باغ و راغ، اینا بسیار چیز خوبیه. تو همین دنیاست دیگه، یعنی با من و ما جنگیدن، با اون دنیای غدار غرور جنگیدن، میدان جنگش در حیات دنیاست. یعنی انسانی که زیر آسمان زندگی میکنه، روی زمین زندگی میکنه، با این تعلقات سر و کار داره، با این تعلقات به جنگه بشه فاتح. این تعلقات غدارتون قراره، نه آسمان و زمین، نه زندگی رو فرش، نه زندگی در زیر سقف ماننده آن. روایاتی که در مذمت دنیاست در نهج البلاغه خیلی است، در غرر و درر بیش از 300 بارد است که حتما ملازم فرمید. در جلد هفتم غرر و درر خودش یک کتاب، یک جلد کتاب به حساب میاد، گرچه فهرست مجلدات ششگانه قبلی است، ولی خودش یک جلد کتاب است. در نهج البلاغه تعبیراتی که نظیر شماره 415 از کلمات قصار حضرت که فهمود دنیا تغر رو و تزر رو و تمر رو و ذات اقدس الهی را ثواب اولیای خود قرار نداد، عقاب برای اعدای خود قرار نداد و اهل دنیا زود این مرحله را طی میکنند و سفری میشه. در بخشای دیگر هم باز در ساره کلمات حضرت وقتی دنیا رو مشخص کرد و معرفی کرد به همین سبک، این که مثل دنیا نظیر اون شماره 119 همین کلمات قصار، مثل دنیا که مثل حی لین مسها و سم ناقه او فی جوفها یهوی ریحل غر الجاهل و یهزرها ذلب العاقل. اون آدم مغرور به طرف دنیا مائل است، نه آدم عاقل و لبیب. خوندن اینها حالا چون وقت تنگه است اینا نمیخوریم. اون دلیل دیگر که مشخص میکند که دنیا چیست اون بخونیم، چون یا در خطبه 230 آمده است فعلیکم بالجد و الاجتهاد و التعهد و الاستعداد و التزود فی منزل ذات لا تغرنکم الحیات الدنیا کما غرت من کان قبلکم من الامم الماضیه. و بعد فرمود فحذر الدنیا فانها غدارتون قرارتون خدوعتون مغطیتون منوعتون و امثال ذلك. این گونه از تعبیر فراوان هست، چه در خطبه ها، چه در نامه ها و چه در کلمات قصار. اینها رو نخونید. عمده اون جنبندی است که حضرت دارد که کی مجرم است، آیا دنیا مجرم است یا شخصی که فریب دنیا را خونده است مجرم است. در کلمات قصار در شماره 130 به 131 این دارد. در 130 فتی از سفین برگشتن به قبوری که پشت شهر کوفه بود رسیدن، اون جمله های معروف یا اهل دیار المحشه و المحال المغفق رو فرمودن. بعد فهمودن به این که من خبرها را به مرده های این قبرستان گفتم، عمل ازواج فقط نکهد و عمل انبال فقط قسمت، هازا خبر ما اندنا فما خبر با اندکن. ثم التفت الى اصحابه ثم التفت علیه السلام الى اصحابه فقال اما لو اوزن لهم فی الکلام و اخبرو کم ان خیر الزاده تقوا. شماره 131 این است که بعد سمع رجلا یزوم الدنیا، یه کسی دنیا را بد میکن، حضرت شید او داد دنیا بد میکن، فرمود ایها الزام مل دنیا المغتر رو بها
المخدوع به عباطیدها، اتقتر رو به دنیا سمت از امها، تو خودت فریب میخوری او رو بد میگی، انتل متجرم علیها امهیل متجرمت علیک، او مجرم است نسبت به تو یا تو نسبت به او بد گفتی. این کی بد کرده، کی دروغ گفته، متى استهوت که ام متى غرت که. او اگر یه وقتی بدی ها را به تو نشون نده، خوبی ها را به شما نشون بده، میگن فریب. اما اگر بدی ها و خوبی ها را مرتب داره نشون میده، بلکه بدی ها و زشتی ها را بیش از خوبی ها داره نشون میده، پس دروغ نمیگه، اهل خدا نیست. ام به مسارع آبائی که من البلا، ام به مداجع امهاتی که تحت ترا، آیا اون قبرهایی که پدران و مادران شما را در بر گرفته اونا را مخفی کرده؟ کی را مخفی کرده؟ شما حوادث سخت و تلخ کم دیدی؟ کم عللت به کفهی که و کم مرسته به یدهی که، با دستانت با بازوها چقدر سختی دیدی؟ چقدر بیمارا را جا به جا کردی؟ خب هر لحظه برای تو پند و اندرز است. این دنیا داره نشون میده دیگه. کیه که در عمر تلخی های زیاد رو نیازموده باشه؟ فرمود تو خیلی از معلولها را جا به جا کردی، خیلی از مریضها را منتقل کردی، به اونها دارو دادی، با دست خود دارو دادی یا با دست خود به خودت دارو دادی. بله، اما همون من و ماست که حضرت او رو مس میکنه و تلق تو که سلاسن، با اینکه با دست مبارکش گفتن افراد زیادی از بردار رو خرید و آزاد کرد، با اون کارگریش، با اون کشاورزیش، باغداری دنیاست، آبیاری دنیاست، جنگ دنیاست، چی دنیاست؟ دنیا اینهاست دیگه، بس این هیچ کدوم در دنیا نیست. این که گفتیم این مال من است، من بازی حرف بزنم، گفته من این است که تمام آفتها از این من و ماست، این میشه دنیا. همون من اگه این رو پیدا کنم شلاق بهش میزنم، چند بارم این رو طلاق دادم، وگرنه حیات دنیا در مقابل حیات آخرت مخلوق خداست، جز آیات الهیست، جز مسبحات است و امثال زاله. و در بخش دیگرم باز همین معنا را تشریح کرده. شریح ابن حارث که قاضی از امیر بود، یه خانه خریده به 80 دینار خریده، حضرت فرمود به این که به من خبر دادن تو خانه خریدی و به این خانه در قیامت بهتر محتاج بود و اینها، بعد بفرمود به این که اگر به من میگفتی که من سند قباله این خانه را تنظیم بکنم، این چیزی می‌نوشتم، می‌نوشتم هازا مشترا عبد ذلیل من میت قد از اجل الرحیل اشترا منه دارا من دار الغرور، این که شده خانه مال من، این شده دار. حالا اگر همین جا رو ایشون معبد قرار میداد یا مدرسه قرار میداد یا مسجد قرار میداد که بد نبود که. پس من میشه این در و دیوار و چوب و مسائل و ساختمانی دنیا نیست، این که مال من شده میشه دنیا. الحمدلله رب العالمین.